دانسته و ندانسته ریشه بر تنه درختانی میزنند که حیاتشان به آن بستگی دارد. تنها، ریشه دار، صبور و مستحکم، همانند مردمان کویر. محافظین بیدفاع کویرن. وقتی که گرد و خاک هست، مثل بازچکن جلوی گرد و خاک وای میستن و در واقع نمیذارن این گرد و خاک به شهر رو وارد بشه. درختی است با اصالت، بیش از 50 سال عمر میکند و نشانی از نسل‌های پیش از ماست. به ثمر رسوندن این درخت ها خیلی سخته و اینکه اگر اینا قطع بشن باز همون اتفاقاتی که در دهه 40 و 50 افتاد یقینا اتفاق خواهد افتاد. میراثی که اگر نباشد تمام خانه و سرای کویر نشینان به زیر خاک می رود. گیسوان پریشان کویر را می برند و به تاراج می برند. ساعت حدودا 2:30 ظهر، یعنی یه جورایی مطمئن شدن تو این زمان کسی اینجا نیست و شروع به برش این درخت های بیابونی کردن. مردمان کویر در سایه درخت تاق می نشینند و حرم آفتاب را تاب می آورند. عده‌ای اما در آتش ارزش این چوب می سوزند و این سرمایه ملی را به تاراج می برند. اون نیسانه دقیقا درخت های تاق بار زده و داره می رند. خاموش کن، خاموش کن، نپایین، بودو بودو. شاید کسی نداند اما قاچاق درخت تاق که کمیاب است و ارزشمند، بیش از هر گونه دیگری برای سودجویان و قاچاقچیان چوب ارزش دارد. کافی ما فقط یک لحظه غفلت بکنیم، این متجاوزین به طبیعت وارد عرصه طبیعت شدند. اما همه چیز به قطع این درخت که در این جغرافیای دامنگیر کاشته و رشد کرده ختم نمی شود. الان کسی نیستش؟ به به، کاملا شواهد مشخصه. آقای جلیل اگه میتونین آهسته بگیرین. این غارتگران و چپاولگران حیات این گونه درختی را به یغما میبرند تا از چوبش هیزم و زغال تهیه کنند. چی میخوای شما؟ زغال تاق میخوام دیگه، دارم میگم که زغال تاق. زغال تاق من دارم، اصلا چوب تاق دارم. شما کجا اومدی اصلا؟ برای چی شما الان پاتو گذاشتی اینجا؟ اگرچه ورود به آنجا خطرناک بود اما برای یافتن آخرین سرنخ‌ها نباید پاپس می‌کشیدم. اینا همه زغال تاق، همون چوب درختایی هستن که اونجا دیدیمش. می‌گفتند زغال تولید می‌کنند و آن را توسط واسطه‌ها به قول خودشان به آنور آب می‌فرستند. تا کنون بیش از 26 نفر از کارکنان سازمان منابع طبیعی در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع جان خود را از دست دادند. 7000 یا 8000 هکتار مدیده تاغزار داره. من کلن به تنهایی حفاظتش رو عهده دار بودم تا الان. آره. با توجه به که اکثر گشت‌ها همش شبانه اتفاق میفته، این کم بود امکانات دوچندان کرده مشکلات ما رو. آنها با کمترین امکانات تلاش کردند. یکی از انبارهایی هستش که کشفیات زغال در اونجا ضبط و نگهداری میشه. اما عدم وجود قوانین بازدارنده در برابر قطع و قاچاق و حمل چوب، کمبود نیروهای حفاظتی و نبود امکانات معضلاتی است که اگر حل نشود عرصه های درخت تاق را در کشور از دست خواهیم داد. توشم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان رضوی.